آقای کیانوش رزاقی حقوقدان و وکیل از واشنگتن و آقای محمد جواد اکبری روزنامه‌نگار از پاریس فرانسه. درود بر هر دوی شما. این سوالو میخوام از هر دو بپرسم، اجازه بدین از آقای اکبری شروع کنم. از سه گزینه مشتبه خامنه‌ای، علی اعرافی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان و هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس اول خبرگان نام برده میشه. مردم خب با دو نفر دیگه کمتر آشنا هستن. آقای اکبری یه توضیح مختصری در مورد این دو شخص دیگه، یعنی اعرافی و حسینی هاشمی میدین برامون؟ وقت شما بخیر. اجازه بفرمایید که من اول از این نکته شروع کنم که من متوجه این نکته هستم که بعضی ها میگن جمهوری اسلامی چون عقل بقا نداره، برای همین ممکنه هر کسی رو بیاره در رأس اداره کشور، همونطور که مثلا فرض کنید محمود احمدی نژاد رو آورد و یا کسان دیگه ای رو در جاهایی گذاشت که این همه خسارت به کشور زدن چون مدیریت بلد نبودن. چون اما عقل بقا نداره، اما تصمیم به فنا هم نداره. اگرم محمود احمدی نژاد یا امثال اونها رو آورده، بالا سر اونها کسی بوده که دست کم جمهوری اسلامی تصور میکرده که همون حرکت ایدئولوژیکی که داره میکنه برای اداره کشور، اون حرکت رو اون میتونه اداره بکنه. برای همین مثلا علی خامنه ای چون بالا سر هر محمود احمدی نژاد یا هر کس دیگه ای بوده، خیالش راحت بوده که اون حرکت ایدئولوژیک که داره برای کشور دنبال میکنه رو او هست که مدیریت کنه و تجربه اداره کشور رو داشته باشه، فهمی مثلا از مسئله اداره کشور داشته باشه. خب علی خامنه ای وقتی بعد از روح الله خمینی به رهبری رسید، 8 سال سابقه ریاست جمهوری داشت و در مراکز مختلفی تجربه مدیریت داشت یا مقوله اداره رو دست کم میفهمید، باش بیگانه نبود. برای همین است که من برام چندان باورپذیر نیست که این نامهایی که مطرح میشه نامهایی واقعی باشه. ببینید آقای حسینی بوشهری یا آقای اعرافی، اینا مدیران یک نهاد یا یک مؤسسه کوچک هستند. یک روز در زندگیشون تجربه مدیریت کلان نداشتن. کوچک که میگم در نسبت با اداره یک کشور منظورم هست. اتفاقا میخواستم آقای اکبری این سوال رو در مورد هر کدوم از این گزینه ها بپرسم، ولی اگه اجازه بدین از آقای رزاقی هم این سوال رو بپرسیم. آقای رزاقی، شما چه شناختی از حالا در واقع مجتبی خامنه ای که بیشتر شناخته شده هستش، از اعرافی و حسینی بوشهری دارید؟ گروشان من فکر کنم آقای اکبرین داشتن خیلی خط خوبی رو میرفتند. میخواه اجازه بده این رو تموم کنن، چون به نظرم یه خورده منم با تئوری این که این اسامی میتونن غیر واقعی باشن و احتمالا سرکاری موافقم. بنابراین اگر میشه خواهش کنم آقای اکبرین ادامه بدن، من پی صحبت ایشون رو بگیرم. آقای اکبرین، آقای رزاقی خواستن که شما ادامه بدیم ادامه مسیر رو. بفهم. خواهش میکنم. ممنونم از لطف جناب رزاقی و چشم. تصورم این هست که این دو نام نام‌های انحرافی هستند برای این که فرد دیگری در موقع مناسب با روش مناسبی مثلا معرفی بشه. اون فرد اگر مجتبی خامنه ای باشه برای من قابل فهم تره. دست کم در دو دهه گذشته شواهد جدی وجود داره برای اینکه تصمیم‌های بزرگی در کشور رو او گرفته یا غیر مستقیم اداره کشور به عهده او بوده. کسانی که با او از نزدیک کار کردند، مثلا رئیس اسبق سازمان صدا و سیما آقای سرافراز میگه سالها ما با یک جمع 5 نفره از جمله مجتبی خامنه ای در جلسات تحلیلی بود و او رو از نزدیک میشناسه. وقتی درباره نوبت به او میرسه، نوبت به گزارش از جایگاه مجتبی خامنه ای میرسه، گزارشی از او میده که این گزارش نشان میده که تصمیمات جدی در حوزه فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد کشور به عهده شخص اوست. یا وقتی مهدی کروبی نام مجتبی خامنه ای رو پیش پدرش میبره در اعتراض به وضعیت که در انتخابات سال 84 بود و میگه آقازاده شما کاری کردن، علی خامنه ای در جوابش میگه که او آقازاده نیست، خودش آقاست. این آقای کروبی تو اون نامه‌شون نوشتن. این همه اینها رو گفتم که بگم
برای من باورپذیر نیست که اون دو نام دیگه که تجربه ای از مدیریت کلان ندارن جز به نامهای نامزد برای رهبری باشن، ولی اگر مشتبه باشه برای من باورپذیرتره. ضمن این که گاهی نام دیگری هم برده شده مثل غلام حسین موسنی اژه‌ای که او هم میتونه برای من باورپذیر باشه به خاطر اینکه چند دهه در رأس مدیریت‌های کلان کشور بوده، از نزدیک با علی خامنه‌ای کار کرده، الان هم که رئیس یکی از قوات. بله آقای رزاقی، چون شما گفتید موافق هستین با دیدگاه جناب آقای اکبری، برای همین من می‌خواستم این سوال رو بپرسم. برای اینکه سوال دوم من این بود، معرفی کردن دو تا اسمی که به قول آقای اکبری هیچ سابقه اجرایی هم ندارند و خیلی گمنام هستن برای مردم در کنار مشتبه خامنه ای، آیا فکر نمی‌کنید اصلا رسماً دارن زمینه رو آماده می‌کنن برای مشتبه؟ نه ببینید، من با آقای اکبری موافقم که اون دو تا اسم سرکاریه، ولی حتی معتقدم که خود مشتبه خامنه ای هم سرکاریه. و در واقع شما اگر اون نحوه تبلیغات جمهوری اسلامی رو بشناسید و اون هسته مرکزی قدرت در این حکومت رو بدونید که چطوری کاراشو جلو میبره، یکی از ترفندهایی که اینا به خصوص در مواردی به این مهمی و به این اهمیت در واقع اجرا میکنن و به خوبی هم استادن درش به اجرا بکنن، این استش که میارن یک کسی رو سیبل میکنن، در واقع میارن یک کسی رو به شدت در فضا مطرح میکنن، تمام حملات رو اون متوجه میشه، کم نهو که در واقع نظر خامنه‌ای هم بر اوست و خشم مردم و بعد توجه رسانه ها متوجه اون میشه و اون فرد اصلی رو در واقع حفاظت میکنه. این پروژه رو خیلی به صورت دیگه در واقع آشکار شما سر انتخابات دور اول آقای احمدی نژاد دیدید که قالیباف رو آورده بودن و چنین وانمود میکردن که همین مشتبه خامنه‌ای به عنوان نماینده خامنه‌ای پشت سر اوه و از نظر خامنه‌ای روی قالیباف رو دفعه دیدید که در واقع تمام اینا برنامه بود برای اینکه احمدی نژاد رو پروتکت بکنن. الان هم من تصورم اینه که اون نام اصلی در واقع کسی دیگری و آقای مشتبه خامنه‌ای اصلا چیزی تو دستش نمونده، نه در داخل ایران نه در خارج ایران منبع قدرتی نداره که بخوان ازش پشتیبانی کنن به عنوان رهبر مطرحش بکنن. تمام اون سرمایه هایی که داشته، تمام اون افرادی که در سبدش بودن، یکی یکی همه اینا رو زدن و کنار گذاشتن و الان دیگه در مناصب مهم تاثیرگذار کشور نیستن و در داخل و خارج از کشور هم همین داره. از اون مهمتر ریل جمهوری اسلامیه. ببینید جمهوری اسلامی در ریل فعلی به ته خط رسیده، یعنی یک رژیم کاملا وحشگسته است، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ گفتمانی. اگر در این ریل ادامه بده فرو میپاشه، از ریل خارج میشه و نابود میشه و من موافقم با آقای اکبری که اینها نمیخوان نابود بشن، که بنابراین ادامه در واقع حکومت و سبک حکمرانی سید علی خامنه ای دقیقاً به همین دلیل که میگن که آقای مشتبه خامنه ای مدت ها در واقع دست راست پدرش بوده و کارهای پدرش رو انجام میداده. خب بنابراین معنی این حرف این هستش که ادامه حکومت سید علی خامنه ای خواهد شد حکومت مشتبه خامنه ای و این چیزی نیست که این رژیم بهش الان نیاز داره. این رژیم نیازمند تغییر ریله، باید از این ریل عوض بشه و بره به این ریل دیگه. حالا اون ریل دیگه یا پاکستانی شدن ایرانه، یعنی حکومت دیگه اصلا اساس قدرتش از دست یک فقیه و آخوند بیفته دست نظامی ها و آخوندی هم اگه در کار باشه اون در واقع بازیچه و لعبت نظامی ها بشه، که من چندان فکر نمی کنم در شرایط فعلی ایران به اون سمت داره میره، یا اینکه در واقع یک فردی، مثلا من فکر میکنم کسی مثل حسن خمینی ده ها برابر آقای مشتبه خامنه ای، ایشون در کشور الان شانس رهبر شدن داره و اینجور هم نباید فکر کرد که خب مثلا حسن خمینی رو برای خبرگان رهبری هم تاییدش نگرن، چطور میتونن برای خود مرد؟ اینا ممکنه بخشی از همون برنامه حفاظت او باشه که او رو به عنوان یک فرد مثلا دارای افکار مثلا معتدل‌تر، دارای یک در واقع بینشی که خیلی با اصل نظام
در واقع منطبق نیست نشون بدن و بگن به همین دلیل هم اصلا چون جز اینا نبوده خبرگان رهبری هم تایید صلاحیت میشه، یعنی نوعی اصلا ایجاد مشروعیت باشه براش اون کار انجام بده. ببینید اینو بگم و بس رو بگم به آقای دکتر اکبری نگم. ببینید آقای حسن خمینی رو شما باید در نظر بگیرید چه منابع قدرتی تو دستشه، آقای مجتبی خامنه ای رو باید ببینید، چون ما که از پشت فردا خبر نداریم، نه من نه آقای اکبری هیچ کدوم مرده نیستیم که بیام جلوی مردم بشینیم بگیم آره مثلا دیشب از بیت سید علی آقا به ما زنگ زدن گفتن فلان اتفاق افتاده. ما بر اساس مطالبی که داریم صحبت میکنیم. ببینید آقای مجتبی خامنه ای اون محور قدرتی که میگفتن تو دستشه کاملا تو این سالها از دستش گرفته شده، میگفتن که اطلاعات سپاه دست ایشونه، خب امروز اون مهرهای ایشون در اطلاعات سپاه کجا هستن؟ میگفتن که بخشی از اقتصاد کشور دست ایشون، خب امروز اون بجز آقای خاموشی که توی اوقاف مونده کسی دیگه ای از حلقه قدرت ایشون رو ما تو اقتصاد، همین امروز اون آقای عسکری که میگفتن به نوعی به باند آقای مجتبی خامنه‌ای وصله رو برداشتن از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، یعنی اون منبع قدرت مالی هم از ایشون گرفته شده. شما در مقابلش نگاه بکنید ببینید که آقای حسن خمینی چی داره. آقای حسن خمینی وابسته به یک محفلی است که درون خود بیت رهبری نفوذ بسیار زیادی داره. دو تا از در واقع پسرهای آقای خامنه‌ای، مسعود و میثم، اینا دامادهای اون محفل قدرت هستند. اینها از یک طرف به همین دار و دسته ظریف، کمال خرازی، صادق خرازی و اینهایی که به شدت سیستم دیپلماتیک جمهوری اسلامی دستشونه وابسته هستند، از یک طرف دیگه دست در دست محافل جناح اصطلاحاً راست یا اصولگرای جمهوری اسلامی دارن. دفتر آقای مسعود خامنه‌ای رو اگر نگاه بکنید شما ببینید مهدی فضائلی و صفار هرندی هم توش هستن، از اون ور محفل آقای ظریف و آقای عراقچی و آقای خرازی هم توش هستن. اینها پشت آقای حسن خمینی هستن. علاوه بر این شما باند قدرت آیت الله سیستانی هم باید شما در نظر بگیرید که با واسطه ازدواجی که بین خاندان خمینی و خاندان سیستانی اتفاق افتاده کاملا از رهبری حسن خمینی طرفداری میکنن و حمایت میکنن. خب آقای رضایی اجازه بدید. آقای سیستانی و دامادهاشون در رهبری حسن خمینی، این اصلا بسیاری از مخالفت‌های الان در اون ایران از اون جناح‌های مذهبی‌تر داره با خود حکومت میشه رو خواهد خواهد برد. بنابراین شما این قدرتی رو که منابع قدرت در دست حسن خمینی رو بذارید که بعد در دست مجتبی خامنه‌ای هم هست نگاه بکنید، اون مسئله خونریزی که نظام نیاز دارن نگاه بکنید و تشخیص بدید که آیا واقعا کسی مثل مجتبی خامنه‌ای اصلا شانسی برای رهبر شدن داره یا فقط دارن به عنوان یک گزینه سرکاری معرفیش میکنن که صبح تا شب رسانه ها بهش حمله کنن، اینو تخریبش کنن، اون گزینه اصلیشون مسئولیت.